سلام، خوبین، خوشین به کانال فیلم نت پلاس و پدرخوانده پلاس. خیلی خیلی خوش اومدین. هفته گذشته اولین رقابت از سری رقابت‌های فینال فصل سوم پدرخوانده سعید ابوطالب رو در کنار هم بررسی کردیم و حالا این هفته باید بریم سراغ تحلیل رقابت دوم فینال. رامین راستاد، شکیب شجره، پیام احمدی نیا، میثم درویش‌خانپور، معین زندی، افشین زینوری، کمند امیر سلیمانی، آشا مهرابی، الیکا عبدالرزاقی، مرتضی عقلمند و سعید ترابی 11 بازیکن حاضر تو این شهرن. تنها تغییری که نسبت به هفته گذشته در ترکیب دومین فینال پدرخوانده به چشم میخوره، جایگزینی نصرت میرعظیمی با مرتضی عقلمنده. سعید ترابی در نقش پدرخوانده، الیکا عبدالرزاقی در قامت ماتادور و پیام احمدی نیا به عنوان سالگودمن سه بازیکن تیم مافیا رو تو این رقابت تشکیل دادن. جالب اینجاست که همین سه بازیکن رمز پیروزی شهروندان در رقابت اول فینال بودن. در روز معارفه مثل همه روزهای معارفه اتفاق عجیب و غریبی در شهر رقم نخورد، اما من تعجب میکنم که میثم درویش‌خانپور چرا باید فقط یک اتهام داشته باشه و این اتهام چرا باید انقدر سفت و سخت زده بشه. امیدوارم میثم درویش‌خانپور شلوک بازی باشه، چون در غیر این صورت این حرکت هیچ کمکی به شهروندان نمیکنه که هیچ، کاملا مافیایی هم برشمرده میشه. چون شما اگه مافیا باشی و این احتمال در نظر بگیری که ممکنه با هر کدوم از 10 بازیکنی کنار چشم باز کنی، ترجیح میدی کمترین اتهام ممکنه وارد بازی کنه تا فردا روزی برای خودت دردسر عقب نشینی درست نکرده باشی. توی روز اول اتهام سفت و سخت میثم درویش‌خانپور به مرتضی عقلمند توی روز معارفه به شدت روی روند کلیه بازی اثر گذاشت. بازیکنایی که به این مسئله پرداختن بدل به اتهامات اصلی شهر شدن و این شهر رو تا حد بسیاری گمراه کرد. تغییر شیوه بازی پیام احمدی نیا در نقش مافیا هم کاملا مشهود بود و شاید همین باعث شد تا این بازیکن در انتهای روز در جایگاه دفاع حاضر بشه. شهروندان به سالگودمن تیم مافیا رأی دادن تا مافیا در همین روز اول یک بازیکن رو از دست بده. اما اینجا همون اتفاقی افتاد که هیچ کس فکرشو نمی‌کرد. پیام احمدی نیا با انتخاب کارت تغییر چهره دین خودش رو به تیمش ادا کرد و بدین ترتیب کمند امیر سلیمانی به تیم مافیا پیوست. هدف شبانه تیم مافیا معین زندی بود، اما معین زندی به عنوان دکتر بازی به خوبی این انتخاب مافیا رو تشخیص داد و توی بازی موندگار شد. توی روز دوم اتهام اصلی شهروندان الیکا عبدالرزاقی بود. وجود این حجم از اتهامات توسط خود الیکا پیش بینی شده بود. به همین سبب این بازیکن در شب گذشته از یارانش کمند امیر سلیمانی و سینا ترابی خواست تا توی این روز با جریان شهر همراه بشن و بهش رأی خروج بدن. بدین شکل امنیت تیم مافیا توی روزهای بعد تامین میشد. در انتهای این روز ماتادور مافیا از بازی خارج شد و البته لازم به ذکره که الیکا تا آخرین لحظه با تمام وجود برای تیمش جنگید. توی شب دوم تیم مافیا طی یک حرکت خردمندانه دست به خریداری زد. رامین راستاد به تیم مافیا پیوست تا این تیم علارغم خروج پیام احمدی نیا و الیکا عبدالرزاقی سه نفره باقی بمونه. تا اینجای کار شهر عملکرد بی‌نظیری داشت، اما در مقابل تیم مافیا هم پاسخهای درخشانی به حرکت شهروندان داده. روز سوم باید به نام مرتضی عقلمند و تله‌ای که پیش روی کمند امیر سلیمانی گذاشت ثبت بشه. مرتضی عقلمند از کمند امیر سلیمانی در مورد خارج کردن افشین زینوری از شهر پرسید و کمند امیر سلیمانی در دام این پرسش مرتضی عقلمند افتاد. بازیکنان به این بازیکن رأی دادن، اما این تیم مافیا اصلا قصد باخت دادن نداره. کمند امیر سلیمانی با بیرون کشیدن کارت ذهن زیبا و حد زدن نقش شرلوک در بازی موندگار شد و این عقلمند بود که شهر رو ترک کرد. نکته جالب اینجاست که توی سه روز اول بازی شهروندان به درستی به سه مافیا رأی خروج دادن، اما کماکان تیم مافیا با صلابت هرچه تمامتر با هر سه عضو خودش توی شهر حاضره. شب سوم بازی محل درخشش معین زندی و افشین زینوری بود تا بالاخره تیم شهر بتونه از تیم مافیا یک قدم جلو بیفته. سعید ترابی زینوری رو هدف قرار داد، اما معین زندی با درخشش در نقش دکتر تونست لئون رو توی بازی نگه داره و افشین زینوری با شلیک به کمند امیر سلیمانی تونست عملیات ناتمام شهر در طول روز رو در نیمه های شب به پایان برسونه. واقعا عجب بازی ملتهب و میخکوب کننده ای دارن بچه ها. آدم لذت میبره. توی روز چهارم بازی شهر عملا از هم پاشید. من که باورم نمیشد شهر اینجای بازی اینجوری به هم بریزه. البته که سعید ترابی عملکرد درخشانی در طول بازی داشت و این باعث شد هیچ اتهامی سمتش نیاد. رامین راستاد هم انتخاب بسیار مناسبی برای خریداری بود. عملا هیچ گونه اتهامی روی این بازیکن نبود. بنابراین شهر شد محل جدال شکیب شجره، میثم درویش‌خانپور و معین زندی. یک جنگ داخلی به تمام معنا. نتیجه اما چی بود؟ خروج شکیب شجره از شهر و بدین ترتیب وارد شب چهارم بازی شدیم. توی شب چهارم مافیا با سلاخی زینوری برای شهروندان خط و نشون کشید و اینجا دیگه مشخص شد که تیم مافیا پیروز این پیکار خواهد بود. توی روز پنجم با توجه به کارت سکوتی که شکیب
شجره نصیب معین زندی و میثم کرده بود، بازیکنی با رأی‌گیری از بازی خارج نشد و این فرصت رو برای مافیا فراهم کرد تا با شلیک به معین زندی بازی رو از آن خودش کنه. آقا عجب فینالی بود. ای کاش شهر در واپسین لحظات منسجم به کار خودش ادامه میداد تا این جدال حساس بازم ادامه پیدا کنه. و همین، اینم از پدرخوانده پلاس این هفته. تا هفته بعد و یک رقابت فینال دیگه، بدرود.